با سلام و عرضای سلامتی شما خوش آمدید به برنامه کتاب بالشتی. دوستان عرضو میکنم که روزگار کرونایی شما به خوبی سپری شود در کنار خانواده های عزیزتان، هرچند که نمیتونین بیرون برین قدم بزنین جایی که میخواین برین، اما خوشبختی است که همه در کنار خانواده هایتان هستین. عرضو میکنم که ماه مبارک رمضان هم به خوبی و سلامتی سپری کنین و در دعاهایتان ما را فراموش نکنین. انشاءالله که این روزهای کرونایی هم میگذره و دوباره برمیگردیم به اون روزهایی که آزادانه قدم میزدیم و چکر میزدیم و بیرون میگشتیم. دوستان، بازم برنامه کتاب‌قلفی در خدمت شما هستم با مهمانان بسیار عزیز، مهمانانی که سالهای سال شده که ندیدنشون. حداقل مهمان رکال امروز صحبت میکنم شاید بسیار وقت گذشته باشه که نایده باشینش از طریق پرده های تلویزیون هایتان. آقای مختار مجید، هنرمند خوش صدا و هنرمندی که بهترین آهنگا و خاطر انگیزترین سرودها بر ما شما ساخته، با ما هستند. مصطفی نازنین سلام علیکم، ممنون شما سرفراز و جور باشین و سلام احترام خدمت تک تک وطن دارایم در هر کنج کناره که هستن، به هر حالتی که هستن، با این نابسامانی ها و ناهنجاری ها و نارامی ها و بالاخره یک مهمان ناخوانده و دروازه همه در همه جای در هر گوشه دنیا که نامش به حساب نام بسیار جالب ماندن نام کرونا، این مهمان ناخوانده را داریم و امیدوار هستم مبارزاتشان، جنگشان، مقابله خرابی که همه دروازه را بدبختانه تختق میخواه بکنه، جنگشان موفقانه از خداوند آرزو میکنم و ضمناً از شمایی که لطف میکنین با این حالات و با این مسائل و بالا و پایینی ها در خدمت مردمتان هستین، با تعهدی که دارین و با وعده‌ای که دادین و دارین که در ارتباط میگذارین ماها را با اونا و صدای ماها را برشان میرسانین، ما در خدمت شما و سرفرازی همتان از خداوند متعال میخواهیم. ممنون، بسیار خوشحال شدیم از برکت موبایل و اینترنت و تکنولوژی آقای مجید شما را با خود داریم در این برنامه، هرچند که نشد در یک استودیو یا روی صحنه استیج با هم باشیم، اما خوشبخت هستیم که حداقل از این طریق شما را داریم بعد از یک مدت بسیار طولانی. قربان دن چی میگن میگن که کلاه دیتی کرده شکسته و میخوره، لحظه خراب است، لحظه بد است، مگر شکر میکنیم لااقل کمی از گفته شما یک دنیا است، یک عالم است که حرف و درد یکی دیگر بکیدونه میتونیم برسانیم تا خوشبختانه که میتونیم ببینیم و بگوییم. جای خوشبختی است. آقای مجید، از احوالتان میخوایم بپرسم که در کجا هستین، کجا زندگی میکنین، با خانواده و مصروف چه کارهای هستین؟ بله، امروز مثل دیگران مصروف صرف در خانه بودن و یکان کار بار دست بشی به خانه و کار خانه و اینا، و من در ویرجینیا، در ایالت ویرجینیای امریکا زندگی میکنم، تقریبا حدود 11 سال شده که زندگی میکنم و همه تقریبا یک کنیم از که همه خانه هستیم. قبل از با کمتر کار میکنم، چند ساعت بر روز نظر به دلایل، و در شب و روز تقریبا زیادتر کوشش میکنم که مصروفیتی که دارم در اتاق معقر که دارم کمی رسم بکنم و کمی ارمونیا دست بزنم و کمی تا گیتار دست بزنم و یک ذره صدا بکشم،
خوشبختانه صدا بالا کمتر میره و مزاحم دیگران شما مسئولیت بکنم، مسئول باشه من. آلیست آقای مجید، شما خوشبختانه بگیم دیگه که یک جای خوب کوتاه قلفی هستین، وسایل موسیقی هست و فضا اداری هست و لحظه میخوانین و یک کار تازه میآفرینین. در رابطه با کارهای موسیقی تان بگین، آیا ادامه داره کار تازه موسیقی آهنگ؟ خوشبختانه بله ادامه داره، ولی ای که نتانستیم دی نزدیکی هایی که گذشت چیزی داشته باشم، گپای سردز دارم که کار میکنم سرش جدی و اینا، ولی چی میگن کمک سن بالاتر میره آدم یک ذره سخت گیرتر میشه در مورد همه چیز، حتی در مورد اثری که میخواه که تقدیم کنه و دوستا و علاقه منداش یک کمک رو سخت گیرانه قدم میگذارم. برسی که نام خدا هست، گپای بسیار جالب آدم میبینه، گپای بسیار تکمیل تر آدم میبینه، از او خاطر کمک کنه هر روز یک ذره سختگیری به حساب زیاد میکنه. دیگه گپای دارم در نظر، انشاءالله امیدوار هستم بعد از گفتی یگانه که بخیر او گپام از قرنطین خلاص شه و ماهام از قرنطین خلاص شه و از دنیایی که بخیر امید از همه دروازه ها باز شه و کلکین ها باز شه و پس برایم و ببینیم و امکانات مساعد شه و شکر کنیم به اون روزایی که داشتیم. آقای مجید، از گروه باران که خاطرات فراوان داریم، هم ما هموطنا تا حال سرودهای گروه باران تازه است، به مو تازگی اولش، من میخوام بپرسم با همکاران گروه باران، با هنرمندان عزیزی که در گروه شما بودن، با کسی در رابطه هستین؟ هنوزم میبینین یا حداقل تلفنی تماس دارین؟ بله تماس دارم مصطفی ناز، منتها یک چیز بسیار مختصر می لحظه یادم اومد از صاحب تبریزی مختصرش براتون میگم. زمانه است که هر کس به خود گرفتار است، تو هم در آینه ایران و ایران حسن خیشتنی، زمانه است که هر کس به خود گرفتار است، هر کس گرفتاری روز روزگار خواهد برد. دقیقا مصطفی عزیز، خبر دارم از دوستا کیا کجا هستن و چه حالتی را هستن، کم کم از یکی دیگه احوال میگیریم بطرفتان، ولی احوال دارم. حالا اگر شما آماده باشین یک صدای از شما بشنویم، خاطرات ما تازه شوه و شما این رقم هم نمانیم که از پیش ما باز برین بدون موسیقی و بدون یک اجرا، یک وقت فقط کوتاه میگیریم که چیزی را که مردم ما دوست نداره. آقای مجید دوست نداره، زود میریم و زود بس میریم تا شما آماده میشین بخیر برای یک اجرا، درست است؟ زنده باشین، حتما. تشکر دوستا، بریم زود برمیگردیم و آقای مختار مجید با یک اجرای فوق‌العاده دوباره با شما. خب آقای مختار مجید، هنرمند خوش صدا و سابقه کار کشور ما مهمان ما هستند و حال هم پیش قسمت پیشتر گفتم قرار است بر ما یک زمزمه یک جای داشته باشن از آهنگای شاد بشتیم. وطن دارا پریشانم به غربت، وطن دارا پریشانم به غربت، غمی لاما تو حیرانم به غربت، غمی لاما تو رانم به غربت. اگر یاد وطن با من میبود، اگر یاد وطن با من میبود، چو سنگ تو تب جانم به غربت، چو سنگ تو تب جانم به غربت، به درگت نالکم، به درگت نالکم، یاری مولا یاری دریبا، به درگت نالکم، به درگت نالکم، یاری مولا یاری دریبا، یاری مولا
ای غربت دو مسئله را اتمام میکنم قربان شما. یکی که ما غریب هستیم، غریبی ملک بیگانه، و یکی که غربت وطن ما راستش. مردم نازنین ما که مجبور هستم به خاطر یک لقمه نان و یک گیلاس بوره و یک کپ چای باید از صبح براین. او کرونا سادشان نمیکنه و کرونا نمیگذارشان، ولی ای کاش که بتانم، ای کاش که آرزوی ما را قبول کنن. من ایسی یک خواهش که اگر نتانن براین، اگر بتانن که خود در جمع فامیل خود نگه دارن، فامیل جمعیت در مون حلقه که دارن در بین خانه نگاه کنن و با نگاه کردن از این کرونا را دور از منزلشان نگاه میکنن. این درد که دروازه را نستقتق نکده و حس بولی سر همه، او را دور از فامیل و جمعیت خود نگاه میکنن. صرف عرض نامی بوده این آرد مصطفی عزیز. دقیقاً آقای مجید، می‌گوارستم که هموطنان عزیز ما با تأسف که معمولاً در خبرها هم همیشه می‌بینیم که داد و فریاد می‌زنن، خب حالا ما اگه بیرون نریم از گرسنگی می‌مریم. بله ناچار هستن بسیار جا. بله راست می‌گم، می‌گوارستم کسایی که می‌دانن لااقل بله کمک کنن و بتانن برشان برسن. راستی راستیش خدا کنه که اجرات جسارات داشته باشن و یا قرار داشته باشن که بتانن کمک کنن به اونایی که دستشان تنگ است. دقیقا آقای مختار مجید، شما میفهمین که دیگه مردم ما دوستان دارن. شخصا من خودم علاقمند شما هستم بسیار زیاد. برم بسیار جالب است همین لحظه را میخواییم که زود سپری نشد بقدر از اینکه شما را میبینم و میشنم جای خوشبختی است. و دوست دارم بازم از شما یک اجرا بشنوم، یک آهنگ، هرچند که گپ ها بسیار زیاد است، هرچقدر صحبت کنیم کم است. بله اجرا از شما اگر داشته باشه امکان داشته باشن. از زور بر از زور بر با گیتار بتونم بسن مختصر. La 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 gar de gham bache rahe dil pur shob didan بی تو بساز سازم، بی تو ز غم خرابم، گرد غم به چهره دل پر شد و دیدم، پر شد و دیدم. من دلم از تو دل بر نگیرم، من ز پای تو سر بر نگیرم. چون کنم دل نثار نگاهت، سید حسنت به دامت اسیرم. بی تو بساز و سازم، بی تو ز غم خرابم، گرد غم به چهره دل پر شد و دیدم، پر شد و دیدم، پر شد و دیدم. آقای مجید، ای آهنگ شما دقیق به یادم نیست، اما نخستین سالهای کار ما در رادیو آرمان بود که یکی از نخستین رادیوهای موسیقی افغانستان بود. رادیو آرمان حتما شما شنیدین. نیم زیاد شنیدیم، در مورد رادیو زیاد شنیدیم. موفق رادیو، بسیار موفق هم هستن، بسیار رادیو موفق هستن، در مورد هم شنیدیم. بله و یا هنگ شما بسیار پخش میشود از برنامه ما، تازه آمده بود.
امو خاطرات تازه شد وقتی که آهنگش میدونم واقعا ببخشیم و بیشتر عرض کدوم که بیمشقی اونا هست و غیر لبای گفتن و خواست محترم شما دیگه چیز من نداشتم. خواهش میکنم شنیدنیست از شما واقعا هرچی باشن، خصوصا این آهنگای شما که آهنگای بسیار ماندگار است، همیشه هرچی کنید باید میشنه تازه تر میشن. و یکی از آهنگای دیگه شما بود آقای مجید که با شاهی ستاره افغانم این آهنگ همیشه میخواندن و بسیار دوست داشتن، آهنگ نام یارم گلپری. بله هنوز این آهنگ به خاطر اما هست. بله میخوایی زمزمه کنمش؟ بله صد صد من دیدن این آهنگ نمیشه چکه بانیم که بزرگ بود. من زمزمه میکنم بخاطر شما بازم ببخشید کمی بازم بفرمین مشتر. الله مهربان نازنین، الله مهربان نازنین، گل دستان بهار آستینا، زشق و عاشقی مرامت از آن من، آتش پرچه کابل زمینا، من آتش پرچه کابل زمینا، نام یارم گل بریست رفتارش کوکی، نام یارم گل پریست رفتارش کوکی دریست، دل بچی خوش میکنم، دل بچی خوش میکنم، دیدن کاش سرسریست، نام یارم گل پریست رفتارش کوکی دریست، دل بچی خوش میکنم، دل بچی خوش میکنم، سرسری نام یارم گل پریز رفتارش تو که دریز. با آقای مجید بسیار جا تشکر. این آهنگ وقت من میشنم اولی که بیشترم گفتم روزای خوب کابل، فکر میکنم کابلی وقت جای آرام بوده و محبت و همدلی و میره. دیگه تشکر که یه آهنگم بر مخاندید. یک وقفه دیگه هم میگیریم، زود پس میاییم و صحبت ها رو ادامه میدیم. آقای مجید دوستا زود برمیگردیم، برنامه کوتاه کلفیس با هم باشیم. دوباره خوش آمدین دوستان، برنامه کوتاه کلفی است و مهمان ما آقای مختار مجید، نام آشنا و چهره آشنای موسیقی وطن. آقای مجید تشکر از اینکه آهنگای بسیار خوبم بر ما اجرا کردین، مخاطرات ما تازه شد. به کابل آمدین در این اواخر یا نامدین؟ مصطفی ناز تقریبا شب روز که از کابل برآمدم تا امروز صرف حال و هوای کابل، خیال کابل، هر شب و هر روز میرم به خیالشو، مگر اتفاقا بگویم یا بدبختانه نشده زمین مساعد، و که زمین مساعد شوه که به حساب برم به کابل. آرزو دارم، زیارت میخوایم، واضح هم هر نفس و هر لحظه آرزوی بودن در کابل، دیدن از کابل دارم برسیش، ولی هر لحظه وقت خیالم از کابل ماتنم. آخرین کارهایتان هم میشه آقای مجید بگوین که خب واضح از در خانه هستیم، میفهم که مصروف کارهای موسیقی هم هستیم، آیا منتظر آهنگ تازه از شما باشیم؟ فکر میکنم انشالله به زودی ها به صفای نازی که انتظار شما میکشید، ممنونیت خود ابراز میکنم و سپاسگزار به شما که سرش صحبت میکنید. بله گپای انشالله دارم، گپای سر دست دارم. آقای مجید بسیار جد تشکر که فرصت دادین، خوشبخت هستیم شما رو پیدا کردیم از رای بسیار دور و برای این بار از تلویزیون طلوع و بعد از یک مدت طولانی مهمان ما بوده. قربان شما، من
افتخار میکنم و ممنونیت خواهد از شما ابراز میکنم و سرفرازی شما را، سربلندی شما را، جانجوری شما را با فامیلیتان و تک تک افغانای ما را در هر کنج کنار هستند از خداوند آرزو میکنم که دور از کرونا باشن و دور از حادثه و حوادث باشن. برنامه ما را میخواییم و باید برسانی به زیباییش به باید برسه. یک اجرای دیگه هم از شما میشنیم و ما پیش از پیش از دوستان تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. این برنامه کوزپلفی تقدیم شما شد. فردا بازم خدمت شما حاضر میشم. آقای مجید از شما سپاسگزار هستم بازم. قربان شما. دیگه هم از شما میشنیم. مصطفی جان از جمع آهنگایی که روی دست دارم که سرشکار میکنم، از جمله از یکی از آهنگایم یک آستاری اگنتری از یکی از آهنگار خدمت تقدیم میکنم، صرف به خاطر ارج گذاری به کار و زحمت شما و انجام مسئولیتتان دهیش لحظات دشوار و ناآرام بر همه که آرامش میبخشین و مرهم میگذارین، بازم به خاطر ارج به لطفتان که در حق مردمتان دارین اینه تقدیمتان میکنم. ای یارو یا نیازم تو این آنست توی، ای یارو یا نیازم تو این آنست توی، در خلوت دل نگاهان هم آباز تویی، در خلوت دل نگاهان هم آباز تویی، لاله لبر ای بطان غمزه و نیمه نگاه چشمه یار، ای بطار خمزه و نیم نگاه چشم یاران، خاموشی شب مه من سرساز توی، خاموشی شب مه من سرساز توی، در خلوت دل نگارم هم آواز توی، در خلوت دل نگارم.